سلام، من میلادم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اسنپشات 20W21A هم منتشر شده و به نظر من یکی از عجیبترین اسنپشات های بازی ماینکرافت، از تصویری که پشت سرم میبینید هم کاملا مشخصه. تو این ویدیو قراره بریم با همدیگه این اسنپشات جدید رو بررسی بکنیم. اولین چیزی که موقع باز کردن بازی به چشممون میخوره تغییر صفحه لودینگ اول بازیه. قبلا این شکلی بود که تصویرش رو واسهتون دارم میذارم، ولی الان تغییر کرده و این شکلی شده که خیلی به نظر من قشنگتره و رنگش هم قرمزه که خیلی بهتره. و علتش هم اینه که توی هفته گذشته اسم شرکت سازنده بازی ماینکرافت از موجنگ به موجنگ استودیو تغییر کرده. توی این اسنپشات قابلیت درست کردن ورد‌های شخصی و کاستوم به بازی اضافی شده، ولی خب این رو هم تاکید کردن که این ورد‌ها فعلا کاملا آزمایشی هستند و ممکنه توی اسنپشات‌های بعدی اینها دیگه وجود نداشته باشن و یا حتی توی اسنپشات‌های بعدی ممکنه چیزهای جدیدتر هم به بازی اضافی بشه، ولی خب فعلا جنبه آزمایشی داره و منتظر فیدبک هستن که ببینن با اینها چه کار میتونن بکنن. فعلا سه مدل ورد جدید اضافی شده که این یکیش هست که اصلا به نظر من جالب تره. اون دو مدل دیگر هم میریم با هم دیگه الان چک میکنیم. یک نکته هم که اینجا نوشته بودن اینه که این ورد هایی که از این روش میسازیم توی این قسمت ورد لیستمون زیرش باید نوشته باشه اکسپریمنتال یا آزمایشی، ولی خب اینجا این ورد که من ساختم همچین چیزی رو زیرش ننوشته. اما برای درست کردن این ورد ها باید بیایم اینجا قسمت کرییت نیو ورد. قبل از اون این رو هم توضیح بدم چون خیلی از بچه ها سوال کرده بودن. اینجا گزینه مور ورد آپشنز داریم، اگر اینو بزنیم اینجا سید بازی رو میتونیم یادداشت بکنیم، سیدی که میخوایم مپمون رو از روی اون بسازیم رو اینجا میتونیم یادداشت بکنیم. اینجا هم یک گزینه ای داریم به اسم ورد تایپ که این رو قبلا هم داشتیم، این قسمت دیفالت و سوپر فلت و لارج بایومز و آمپلیفاید. حتی یک گزینه دیگه هم قبلا بوده به اسم بافت یا بافی که الان حذف شده توی این اسنپ شات، ولی خب سه تا چیز جدید هم اضافه شده. یکیش سینگل بایوم هست، یکیش کیوز هست و یکیش هم فلوتینگ آیلندز. هر کدوم از اینها رو که انتخاب بکنیم زیرش یک گزینه کاستومایز داره. اون چیزی که ما از اون موقع توش بودیم این فلوتینگ آیلندز بود. از اینجا اگر بیایم این قسمت میتونیم انتخاب بکنیم که اون وردمون چه بایومی رو داشته باشه. اون چیزی که من ساخته بودم فلاور فارست بود. میتونیم هر بایوم دیگه‌ای هم انتخاب بکنیم. اما بریم اون دو تا مدل دیگر رو بسازیم. قبلش این رو هم توضیح بدم چون اینم خیلی از بچه‌ها سوال کردن. این گزینه سوپر فلت رو اگر انتخاب بکنیم از اینجا میتونیم قسمت کاستومایز بیایم قسمت پریسیتس رو انتخاب بکنیم و اینجا گزینه دزرت رو اگر انتخاب بکنیم این همون وردیه که من برای ویدیوهای آموزشیم استفاده میکنم، چون خیلی ها سوال کرده بودن که اینو چطور درست میکنی و ربط داشت به اسنپشات امروزمون، گفتم اینجا این رو هم توضیح بدم. اما بریم یک دونه ورد مثلا کیوز درست بکنیم و بایومش رو هم دارک فارست انتخاب میکنم. خب خیلی جای بدی اسپانم کرد و باز خوبه که توی کرییتیوم این چیزی که درست کرده واسم قاره، ولی خب قار لاواییه، کلش لاواست. از اینجا اگر بیایم بیرون زمینه اطرافش همشون لاواست. به نظر میرسه اون اسنپشات اینفینیتی خیلی هم الکی نبوده و داشتن یک کاری انجام میدادن با این ورد جنریشن ها که تو این اسنپشات ها دارن به بازی اضافی میکنن. همونطوری که میبینید اینجا همش لاواست، ولی خب میتونیم بریم وارد این قسمت ها بشیم و سقفش هم کاملا بسته است چون که قرار کیف باشه دیگه، قار باشه. اگر برسم به بالاش ببینم اگر بالا رو سوراخ بکنم تا کجا میتونیم بریم. بالاش بدراکه، آره بالاش کاملا بدراکه. اون چیه اونجا؟ آها قارچه. ولی خب همونطوری که میبینید این کیواش، من یک دونه دیگه هم که ساخته بودم همین شکلی بود، اطرافش همش لاواست و اون بایومی که انتخاب کردیم هم اینجا ها میتونیم ببینیم. این هم یکی دیگه از وردهاییه که میتونیم بسازیم از مدل سینگل بایوم و توی بایوم دیپ فروزن اوشن درستش کردم. همونطوری که میبینید هر طرفی که بریم تمامش از همین بایومه و هیچ بایوم دیگه اینجا وجود نداره. اما بریم سراغ تغییرات دیگه این اسنپشات.
اگر فکر میکنید تغییراتی که تا اینجا دیدیم تغییرات عجیبیه، صبر کنید که هنوز چیزای عجیبتر هم وجود داره. تغییر بعدی مربوط میشه به ردستون داستا که توی اسنپشات قبلی دیدیم شکلشون عوض شده بود و این حالت ضرب در یا به اضافه رو پیدا کرد. الان اگر روی این ردستون داستا راست کلیک بکنیم شکلش عوض میشه، همون حالت دایره‌ای قبلی رو پیدا میکنه و اگر دوباره راست کلیک بکنیم برمیگرده به حالت ضرب در. اما این تنها تغییرش نیست و حتی کارایی این ردستون داستا هم با این راست کلیک کردنمون عوض میشه. زمانی که این حالت ضرب در داشته باشه بلاک های اطرافش رو پاور میکنه. الان اگر یک دونه پیستون اینجا بذاریم و البته یک دونه ردستون تورچ هم اگر داشته باشیم و بذارمش زیر این ردستون داستمون، میبینیم که اینجا این پیستونمون رو پاور میکنه و این میاد بالا. اما اگر اینو روش راست کلیک بکنم میبینیم که دیگه این بلاک کناریش رو نمیتونه پاور بکنه و طبیعتا این پیستونمون دیگه کار نمیکنه. پس این هم یکی از تغییرات خیلی مهم و به نظر من عجیب این اسنپشاته. برای نشون دادن تغییر بعدی دوباره بعد برگردیم به این منو. اگر اینجا مور ورد آپشن رو بزنیم یک دونه گزینه جدید دیگه هم میبینیم به اسم ایمپورت سیتینگز و البته یک دونه گزینه اکسپورت هم باید وجود داشته باشه که من پیداش نکردم، ولی خب کارکردشون اینطوریه که این تنظیماتی که اینجا ست میکنیم و میتونیم اکسپورتشون بکنیم داخل یک دونه فایل ذخیره بشن و بعدا دوباره میتونیم ایمپورتشون بکنیم و از اون فایل تنظیماتمون رو ست بکنن، یا حتی میتونیم اون فایل رو ببریم توی یک سیستم دیگه و اونجا ایمپورتش بکنیم. دو تا تغییر دیگه هم داشتیم، یک دونه دیسیبل مولتی پلیئر کامند هست، یک دونه هم دیسیبل چت کامند. که گزینه اولی دیسیبل مولتی پلیئر کامند باید این قسمت مولتی پلیئر رو کلا واسمون غیر فعال بکنه و دیسیبل چت هم باید توی سرورهای آنلاین چتمون رو کلا غیر فعال بکنه، ولی خب من پیدا نکردم که کامند هاش رو به چه صورتی میتونیم استفاده بکنیم. خب حالا بریم سراغ ندر. من نمیدونم که آیا ندرمون هم همین شکلیه یا ندرمون حالت معمولی داره، اما برای تغییرات بعدی باید بریم وارد ندر بشیم و به نظر میرسه که حالت معمولی رو داره. تغییر بعدی مربوط میشه به پیگلین ها. اگر الان برای پیگلین ها طلا بندازیم، زمانی که این طلا رو برمیدارن ثابت یک جا وای میستن و بعد نگاهش میکنن، دیگه حرکت نمیکنن. و اینکه این ادوانسمنت رو نمیدونم چرا داره بهم میده، اینو الان نباید میداد، زمانی بعد بهم میداد که پیگلین ها ازم عصبانی باشن دارن بهم حمله میکنن بعد بهشون طلا میدم. نمیدونم این باگ یا مشکل دیگه ایه. و تغییر بعدی هم دوباره مربوط میشه به همین پیگلین ها، زمانی که اینا طلا دستشون اگر بهشون حمله بکنیم میبینیم که بلا فاصله طلایی که دستشون بود ناپدید میشه، از بین میره. تغییر بعدی مربوط میشه به بازالت دلتاها که الان احتمال اسپان شدن اورهای مختلف توی این بایوم ها بیشتر شده. اورهای مختلف مثل کوارتز میتونه باشه، مثل طلا میتونه باشه و اینطور چیزها الان توی این بایوم ها بیشتر از قبل اسپان میشن. تغییر بعدی مربوط میشه به ماهیگیری و این لیلیپت ها که قبلا به عنوان ترژر حساب میشدن، یعنی زمانی که لاک آف دسی روی قلابمون داشتیم احتمال گرفتن اینا هم بیشتر میشد، ولی الان از دسته ترژر خارج شدن و جزو جانک ها حساب میشن. اون گزینه اکسپورت تنظیمات وردمون رو که اون موقع پیدا نکردم رو الان تونستم پیدا بکنم. اگر اینجا گزینه ادیت رو بزنیم یک گزینه اینجا اضافه شده به اسم اکسپورت ورد جنریشن ستینگ که از اینجا میتونیم به صورت فایل جیسون این تنظیمات رو اکسپورت بکنیم و بعدا میتونیم ازشون استفاده بکنیم، از اینجا ایمپورتشون بکنیم و دنیای جدیدمون رو با همون تنظیمات قبلی بسازیم. خب این هم از اسنپشات امروزمون. البته تغییرات دیگه هم داشته این اسنپشات، از جمله یک تعداد خیلی زیادی باگ فیکس که من بررسیشون کردم خوندمشون، ولی خب چیز خیلی مهمی توشون پیدا نکردم. ولی خب همچنان مهمترین تغییرش به نظر من همینه که میتونیم شکل ردستون ها رو تغییر بدیم و کاربردشون هم به این صورت تغییر کنه. به نظر من تغییر خیلی بزرگی میتونه باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایک بکنید،
سابسکرایب به کانال یوتیوب رو هم فراموش نکنید. بعد از مدت‌ها یک دونه اسنپ‌شات بزرگ هم داشتیم که با هم دیگه بررسیش کردیم. پنجشنبه و جمعه این هفته از ساعت 4 بعد از ظهر قرار استریم داشته باشین، فراموش نکنید. پنجشنبه داخل کانال آپارات و جمعه داخل کانال یوتیوب منتظرتون هستم و میبینمتون. خداحافظ.